شورای ملی مقاومت، کمیسیون زنان. کمیسیون زنان شورا حمله به هنرستان دخترانه صدر را محکوم و خواهان مداخله بین المللی برای توقف سرکوب کودکان است. کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت تعرض، هتک حرمت و رفتار سرکوبگرانه با هنرجویان هنرستان دخترانه صدر در سلسبیل تهران در روز دوم آبان را قویاً محکوم می‌کند و خواهان مداخله ارگان‌های حقوق بشری و مدافعان حقوق کودکان به خصوص سازمان کمک به کودکان ملل متحد یونیسف برای توقف سرکوب نوجوانان و دانش آموزان توسط رژیم کودک‌کش آخوندی است. شهید دخترونه است در دختر بچه ها رو مردم هم ریختن به دمادرشون، همه در پنجره های دارن میشون، پلیس حروم داده هم نمیذاره مردم دارن. دبیرستان هنرستان ناظم دانش آموزا رو زده، یکیشون بی حاله، حالش خیلی خرابه، نمیذارم بریم پیشش ببینیمش. کارون بعد مرتضوی این دانش آموزه رو مدیر مدرسه زده، حالش خیلی بده، کف داره میداده. مدیریت هنرستان صدر در همدستی با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به بازرسی توهین‌آمیز و آزاردهنده دانش آموزان برای گرفتن موبایل آنها پرداخته که با مقاومت و شعارهای ضد حکومتی آنها روبرو می شوند. در این تعرض وضعیت جسمی دو هنرجو وخیم و با آمبولانس به بیمارستان منتقل می شوند. نیروهای یکان ویژه برای پراکنده کردن هنرجویان و خانواده های آنها که شعارهای مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور سرداده بودند در اطراف هنرستان مستقر شدند. معاون روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در این رابطه گفت امروز به دلیل داشتن موبایل توسط برخی دانش آموزان و تاکید مدیر مدرسه برای بازرسی، درگیری میان تعدادی از دانش آموزان و والدین با مدیر مدرسه اتفاق افتاد و تعدادی از دانش آموزان دچار افت فشار شدند که با حضور نیروهای اورژانس در محل به وضعیت آنها رسیدگی شد. مرکز اطلاع رسانی پلیس اعلام کرد در پی درگیری در مجاورت یک هنرستان دخترانه، ماموران پلیس در محل حاضر شدند. این اولین بار نیست که نیروهای سرکوبگر رژیم کودک‌کش آخوندی به مدارس حمله کرده و دانش آموزان را مورد ضرب و شتم و دستگیری قرار می‌دهند. دو هفته پیش در اردبیل در حمله به یک دبیرستان دخترانه، یک دختر 16 ساله به نام اسرا پناهی به دست نیروهای سرکوبگر کشته شد. در جریان قیام سراسری مردم تا کنون ده ها نوجوان زیر 18 سال به شهادت رسیدند.
یکی از نمایندگان مجلس ارتجا در 27 مهر اعلام کرد حدود 200 دانش آموز در بین دستگیر شدگان بودند. کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت به آن دسته از مدیران مدارس که در همدستی با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در سرکوب دانش آموزان و نوجوانان مشارکت دارند هشدار می‌دهد که تا دیر نشده به این اقدامات سرکوبگرانه پایان دهند و بیش از این سرنوشت خود را با رژیم رو به سقوط آخوندهای جنایتکار گره نزنند. شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون زنان، 3 آبان 1401.